گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها صده‌های گذشته مهمترین مرکز علمی در جهان تشیع حوزه علمیه نجف بوده است با پیشینه‌ای 700 ساله استادان بی‌نظیر این حوزه و همجواری با مرقد مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام موقعیتی بی‌بدیل برای تحصیل علوم عقلی و نقلی فراهم آورده است به همین دلیل طلاب ایرانی به علت فقر علمی حوزه‌های سراسر کشور چاره‌ای جز سفر به آن دیار نداشتند. از این رو محمد حسین طباطبایی در سالهای جوانی برای ادامه تحصیل و تکمیل مدارج علمی ناگزیر شهر خود را ترک می کند و به سوی نجف رهسپار می شود. سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی حاضر شده یک دوره خارج اصول که تقریباً 6 سال طول کشید و 4 سال نیز خارج فقه معظم الله را درک نمودم و همچنین 8 سال در خارج فقه مرحوم آیت الله نائینی و یک دوره خارج اصول معظم الله حضور یافتم و کمی نیز به خارج فقه مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی رفتم کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت الله حجت کوکمری خواندم آقای علامه می گفتن که من اول بار که رفتم نجف اشرف از خدا خواسته بودم که خود خدا همون نکته‌ای که خدمتون عرض کردم این طلب رو داشتم که خدا دستم رو بگیره و موفقم کنه که از نجف بتونم استفاده و بهره لازم رو داشته باشم بعد تو همین مسئله‌ای که ذهن من بود یک کسی رو دیدم که احساس کردم باعث جزء علمای بزرگ اسلام باشه آقای قاضی همه چیز همه کاره بود برای آقای طباطبایی در شأن بنده نیست که راجع به آقای قاضی صحبت کنم آقای قاضی از اون شاخبازهایی بود که سیمرغ شکار می‌کرد میدیدم وقتی علامه طباطبایی اسم مبارکشو میوردن یه دگرگونی در علامه طباطبایی دیده میشد دستور رو که میدادن گویی خود امرها دستور بودن گفتن همین جمله رو گفتن از خود راضی مباش نگاه میکردن به شاگردا دیگه سرشون رو انداختن پایین دیگه هیچ سکوت میکردن ولی این جمله ایشان انقلابی واقعا در شاگردان ایجاد میکرد یه تحول روحی و معنوی در
شاگردان ایجاد میکرد. همین هیچ فقط میفهمدم از خود راضی مباش. آقای قاضی هرچی داشته از برشه توسط به اهل بیت اسمت و تارد بوده. مرحوم آقای قاضی هم تقریبا همیشی برو داشته، هر کسی می اومده و تشخیص می داده که این از همون سیمرغ هاست، می رفته به شکارش. میگن هر وقت استاد رو به لفظ مطلق به طور مطلقشون میگه منظورش آقای قاضی است. آقای طباطبایی با آقای قاضی فامیل بودن، ظاهرن همه از خاندان قاضی بودن. هم آقای قاضی چون دوست داشتن، رابطه اینجور رابطه طرفینی بوده بین ایشون و بین مرحوم قاضی. فهمید که استاد که میگفت منظور آقای قاضی بود. چشمه خورشید به خود بردم را، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به چه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. بلازه آقای طباطبایی شخصیت ایشون، شخصیت معنوی و الهی ایشون شکل گرفته از تعالیم مرحوم آیت الله قاضی است. معلومه که از همون برخورد اول استعداد علامه رو می شناسن که دنبال فلسفه خواهی رفت و شما دنبال عقل پخته ای که لازم هم هست که بروید، اما باید دل سوخته ای هم داشته باشید، یعنی جمع بین این عقل پخته و دل سوخته. میهمان حبیب خداست و او آن روز میهمانی داشت که حبیب خدا بود. وقتی به خود آمد او رفته بود، اما گرمای حضورش انقلابی بزرگ در روح و جان محمد حسین طباطبایی برانگیخت. طوفان عشق دریای وجودش را به جوش و خروش درآورد. تنین صدای او تا ابد در گوشش سروش آسمانی بود. سید محمد حسین، به فکر تهذیب نفس باش. اگر دنیا می‌خواهی نماز شب بخوان، و اگر آخرت می‌خواهی نماز شب بخوان. آقای طباطبایی هم اول فامیلی قاضی داشت، قاضی طباطبایی تبریزی. اوائل هم که مقاله می نوشت طباطبایی تبریزی، دوستان شوخی کردن که حاج آقا ناسیونالیستی خوردید، این کلمه تبریزی چیه دنبالش بیارید. ایشون هم دیگه بعدها حذف کرد. نجف مرکز تحصیلات علمی در جهان تشیع است و هزاران طلبه از سراسر جهان در حوزه‌های قدیمی این شهر به تحصیل مشغولند. اما نجف کوچک است و از امکانات رفاهی شهرهای بزرگ بی‌بهره.
با آب و هوای خشک و تابستانهای گرم و جانسوز. آب لوله کشی در شهر نیست و معمولاً با مشک از فرات آب می آورند. کوچه های تنگ و خاکی و از همه مهمتر وضعیت اسفبار بهداشت و تغذیه زندگی را بر طلاب دشوار کرده است و در این ایام روزگار بر محمد حسین طباطبایی سخت گرفته است. فرزندان او به علت همین شرایط طاقت فرسا یکی پس از دیگری می‌میرند و پدر و مادر را در سوگ خیش می‌نشانند. همسر علامه چاره‌ای جز صبوری نمی‌یابد و محمد حسین طباطبایی که تا آخر عمر خود را مرهون بزرگواری او می‌دانست مدام این جمله را تکرار می‌کرد: اگر تحمل حیرت انگیز همسرم نبود نمی‌دانم آیا می‌توانستم در آن شرایط ادامه تحصیل بدهم یا نه. و نقش مهمی که برای ایشون وجود داشت عیالشون بود، یعنی همون مادر ما. او خودش را در شوهرش جستجو میکرد، تا آخر عمر اینطوری بود. ایشون شوهرش را قبول کرده بود و مصیبت‌هاش را تحمل کرده بود. در اون شرایط چند تا بچه ایشون قبل از 2 سالگی فوت میشن و خیلی برای زنها مهمه که اولین بچهشون فوت بشه، اگرچه دومی، سومی، چهارمی باشه، بچه که دستشون فوت بشه براش مهمه خیلی. و آب و هوای اونجا هیچ نمی ساخته به اینا. آقای قاضی سالیانه خونه ایشون زیاد می اومده ایشون و مادرم می گفت من از پدرت اجازه داشتم که وقتی ایشون میان منزل ما سر راهش قرار بگیرم و سلام کنم، که در یکی از همین دفعات بوده که آقای قاضی به ایشون خطاب میکنن. اینا رو من از مادرم شنیدم. آقای قاضی خطاب میکنن که دخترمو ناراحت نباش، این دفعه بچت میمونه، اسمش هم عبدالباقیه. و مادرم نقل میکرد که پدرت خبر نداشت که من بچه دار شدم. من گفتم من از پدرت خجالت کشیدم. بیش از 8 سال از آمدن سید محمد حسین طباطبایی به نجف گذشته است و گذران زندگی و معیشت او با اندک پولی است که از درآمد املاک شادآباد تبریز می‌رسد. اما در همین ایام در ایران رضاخان پایه‌های حکومت مستبدانه خیش را محکم و اصلاحات مورد نظر خیش را آغاز کرده است. او در اولین گام فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال ارز و پول به خارج از کشور به ویژه عتبات آلیات صادر می کند و بدین ترتیب طلاب ایرانی در مضیقه شدیدی قرار می گیرند و علامه جوان که بنا به اعتقادات شخصی از سهم امام و وجوهات استفاده نمی کند در شرایط سخت تری است. قرض های او از کاسب محله و آشنایان رو به فزونی است و ناگزیر به فروش وسایل و اساسیه خانه روی می آورد. در اون تاریخ که رضا شاه در ایران حاکم بوده با فرستادن ارز به خارج از کشور مخالفت میکنه و اجازه نمیده که برای اینا به نجف پول بفرستن. تعریف میکردن که هرچی نامه می نوشتیم پول نمی اومد و ما خرج داشتیم دیگه، ایشون بوده و عیالش و بنده بچه بودم و اخویشون هم تحت تکفل ایشون بوده. مخارج هر روز به روز وجود داشت و ما دستمون به پول نمی رسید.
ناچار میشدیم از دوست و آشنا و غیره یا از دکانها نسیه بیاریم یا از مردم قرض بگیریم. این ظرفیت کم کم تمام شد و ما دیگه نتونستیم از کسی قرض بگیریم و نه نسیه بیاریم. افتادیم به مضیقه. کم کم شروع کردیم به فروش اساسیه. اساسیه همون خورده خورده فروختیم و خرج کردیم. بازم هی نامه می نوشتیم ولی جواب می داد، جواب نمی اومد. این قضیه کش پیدا می کنه به ترتیبی که همه چیز رو آرام آرام می فروشن. حتی لحاف و دوشک و نمیدونم فرش و ظروف مطبخ و نمیدونم کتاب و اینا تمام میفروشن. کم کم حتی کتب درسی را هم میفروشن، لباس های اضافی را هم میفروشن. همه چیز فروش میره مطلقا. این اسفند، این قضیه اسفند سال 1114 بوده. همه چیز رو میفروشن، خونه خالی خالی میشه، کف اتاق حسیر و باز هم به نتیجه ای نمیرسن. تعریف میکردن ابوی که یک روزی خیلی من به تنگ آمده بودم از این وضع، پاشدم رفتم حرم و بعد از سلام و زیارت عرض کردم که یا جدا همینجوری طلبه داری میکنید؟ این حرف رو زدم، اما تا حرف رو زدم به شدت پشیمان شدم که این خلاف توکل و من چرا این حرف رو زدم. اما متاسفانه حرفو گفته بودم و از ذهنم پریده بود. خیلی ناراحت و افسرده و استغفار کنان برگشتم منزل. اومدم تو خونه، خونهشون نزدیک حرم بوده. اومدم خونه، دیدم توی خونه هیچ کس نیست. در همین حیث و بیس بدون اینکه در کوچه رو بزنن و من از پشت واز کنم، در واز شد. یه مرد به سن کامل اومد تو، سلام کرد، گفت امام سلام میرسونن، میفرماین که در این 17 سال کی خدا شما رو تنها گذاشت. به هر حال بعد اضافه کردن که یه پولی رسید و بدهی ها رو دادیم و گفتم خانم ما دیگه تو نجف روزیمون تمام شده، حاضر باش که بریم تبریز. و دیگه هیچی هم اساسیه نداشتیم که فکرشو بکنیم، فقط فردای اون روز از همه خداحافظی کردیم و راه افتادیم به طرف تبریز. وارد تبریز شدیم، یه درشکه گرفتیم، ما رو رسوند به خونه. آخرین دوریالی آن پول رو دادیم به اون درشکه چی؟ وارد خونه تبریز شدیم در حالی که آن پول تمام شد. سال 1314 بر اثر اختلاف وضع معاش ناگزیر به مراجعت شده و به زادگاه اصلی خود تبریز برگشتند. تبریز اسکان پیدا میکنن، میرن شادباد به املاک مزروعی موروثیشون رسیدگی میکنن، میرن. در طول مدت که نجف بودن رسیدگی نشده، اکثر باغات و مزارع و قنات ها رو به ویرانی رفته. اون موقع ایشون جوری مدیریت میکرد مثل کشاورزی مدرن امروزی، در حالی که اون روز چنین چیزهایی مرسوم نبود. مثلا برای باغهاشون خیابون احداث کردن. یادم هست که زیر برف و بارون ایشون پوستین تن میکردن و چتر دست میگرفتن، تو سرماها وای میسیدن سر کارگر برای ادامه کار زراعی. اونها رو جوری ردیف کاری میکردن که آدم هر جای باغ بود همه جای باغو میدید. یعنی ردیف کاری هاشون جوری بود که هم به علاوه هم ظرف در کاملا تو دید بود از نظر حفاظت. Thank you.
اگرچه به قول خودش از تدریس و تفکر علمی جز به میزان ناچیزی باز مانده است، اما به همراهی روستاییان از باغات متروک شادآباد بهشت کوچکی ساخته است و پس از سالها سختی و دربدری همسر و فرزندانش رنگ رفاه و آرامش را به خود دیدند. اما این ایام دیری نمی پاید. آذربایجان در سال 1324 شمسی با فرونشستن آتش جنگ جهانی دوم آبستن حوادث جدیدی است. این خطه زرخیز پس از سالها اشغال و ناامنی شاهد خروج نیروهای اشغالگر روسی است. تا سال 1320 که متفقین وارد ایران شدند، اون موقع در تبریز و آذربایجان امنیت خیلی ضعیف شده بود. اون موقع پدر ما یک اسلحه کمری خرید و یک دونه تفنگ گلوله زن، اینا رو تو خونه داشت برای حفاظت و امنیت. البته موردی پیش نیومد استفاده بشه. فقط یه شب سربازای از جنگ برگشته روسی اومده بودن، تابستون بود، اومده بودن همون ده شادباد که تابستون ها میرفتیم ده، اومده بودن غارت و اینا دزدی و ایشون به ما گفت که خونه ده که برای ما ساخته بودن دو طبقه بود، به ما گفتن که به طبقه پایین، خودشون طبقه بالا سنگر گرفتن، مدت تیراندازی و فلان اینا، اونا برگشتن رفتن روسا. در تهران رضاخان مغضوب اربابان قدیم خود شده و راهی تبعید می شود و در این گیرودار قحطی و وحشت فرزندش محمد رضا به جای او بر تخت می نشیند. دولت مرکزی ضعیف است و مجالی برای گردن کشی قدرت‌های محلی فراهم آمده است. در آذربایجان فرقه دموکرات تحت امر پیشه‌وری با حمایت بلشویک‌های شوروی زمام امور منطقه را در دست می‌گیرد و با ترویج اندیشه‌های اشتراکی اجرا کننده منویات همسایه شمالی می‌شود. آذر ماه 1324 آذربایجان عصبانی بود از حکومت مرکزی. فرقه دموکرات که پیشه‌وری رهبرش بود از این موقعیت استفاده کرد و با کمک دولت شوروی قیام می‌کردند و آذربایجان را از تهران جدا کردند. زیادی از مالکین رو اینا قلقم کردن و کشتن و اموالشون غارت کردند و خیلی ناامنی شد. به رعایا میگفتن که برید انبارهای مالک رو خالی کنید. یه مدت اینطوری شد. بعد اون رعیتایی که ضعیف‌تر بودن دستشون خالی مونده بود رفتن گفتن ما چیکار کنیم؟ گفته بودن شما برید از اون رعیتایی که غارت کردن چیزی بردارید. شب‌های آدم هست که بعضی وقتا از این فرقه دموکراتیا مثلا ساعت 2-3 صبح میوادن در میزدن که 3000 تومان بدید 5000 تومان بدید. از این صحبت ها وجود داشت. وقت در اسفند ماه 24 که ناامنی شدت گرفته بود در تبریز تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به قم. 10 سال خورده در آن سامان به سر بردن که الحق باید این دوره را در زندگی خود دوره خسارت روحی به شمارن، زیرا بر اثر گرفتاری ضروری به معاشرت عمومی از تدریس و تفکر علمی جز مقداری بسیار ناچیز باز مانده بودم و پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می بردم. Thank you.
تاکنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبود و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه من یادم نمیاد، نظرم نمیاد یه پیراهن نو بپدنی به تن ایشون بیه. شما او رو در حالت نماز وقتی میدیدید واقعا مستغرب بود؟ خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماید ان شاء الله. برونم زین حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دلدادگاه میان